قصدام جنایتکارانه در اشرف از صبح یکشنبه در عرض چند ساعت به یکی از مهمترین خبرهای رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد و تلویزیون‌ها و مطبوعات سراسر دنیا گزارش‌های متعددی رو درباره اون منعکس کردند. انتشار تصاویر شهیدان قهرمان اشرف طی چند ساعت دنیا رو تکون داد. بازتاب جنایت علیه بشریت و قتل عام در اشرف در رسانه‌های بین‌المللی. روزنامه المستقبل لبنان: یک گروه ویژه از نیروهای عراقی وابسته به نوری مالکی نخست وزیر عراق قتل عام جدیدی را علیه افراد سازمان مجاهدین خلق ایران اپوزیسیون رژیم تهران صورت داد که ده‌ها کشته و مجروح به دنبال داشت. الاهرام العربی مصر: خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت قتل عام اشرف به دستور فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و توسط نیروهای تحت امر مالکی صورت گرفت. وی این قتل عام را یک جنایت بزرگ علیه بشریت و یک جنایت جنگی توصیف کرد. خبرگزاری کویت: اتحادیه اروپا کشتار در کمپ اشرف در عراق را محکوم کرد. نماینده عالی اتحادیه اروپا طی اطلاعیه گفت من به قوی ترین وجه کشتاری را که روز یک شنبه در کمپ اشرف رخ داد محکوم میکنم. شرایطی که این واقعه بی‌رحمانه در آن انجام شده باید روشن شود و کسانی که مقصر بودند میبایست به طور کامل در مقابل عدالت قرار بگیرند. خبرگزاری اسبات العراق: ائتلاف متحدون به رهبری اسامه نجفی حمله به تظاهرکنندگان صلح‌جو در عراق و حمله به قرارگاه اشرف در استان دیالی را محکوم کرد و اعلام کرد که این دو حادثه تأکیدی است بر اینکه دولت عراق و ارگان‌های امنیتی آن چیزی جز زبان قدرت را در برخورد با دیگران نمی‌فهمند. یونایتد پرس بین‌المللی: قیامت قابل پیشبینی شکست غرب برای اقدام در سوریه شنبه شب خود را در یک قتل عام وحشیانه شهروندان بی‌سلاح در کمپ اشرف در عراق آشکار ساخت. تازه ترین قتل عام در اشرف همانقدر که اجتناب پذیر بود قابل پیشبینی هم بود. اواخر هفته گذشته گزارشات اطلاعاتی از داخل ایران روشن ساخت که آخوندها بحران سوریه و بیعملی غرب را پوشش ایدئالی برای یک حمله وحشیانه تلقی می کنند. به رغم هشدارها به جان کری وزیر خارجه آمریکا و دیگران درباره اجتناب ناپذیر بودن یک حمله، هیچ اقدامی برای حفاظت از مردان و زنان غیر مسلح اشرف که اکنون جانشان را از دست دادند صورت نگرفت. اگر غرب به هشدارها توجه می کرد، درد و رنج اشرف قابل اجتناب بود.